برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد روز جمعه 4 اسفند در گزارش تازه‌ای گفته 7.7 میلیون شهروند افغانستان تا 31 دسامبر 2023 به کشورهای پاکستان، ایران، تاجیکستان و ازبکستان پناه بردند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد افزوده که بیشترین پناهجویان افغانستانی به دلیل امنیت و مسئولیتشان به پاکستان و ایران پناه بردند. دو کشوری که روند اخراج اجباری پناهجویان بدون سند قانونی را سرعت بخشیدند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، افغانستان پس از سوریه با داشتن 6.1 میلیون پناهجو در بیرون از این کشور در جایگاه دوم در جهان قرار دارد. مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای را تصویب کرد که بر بنیاد آن استفاده کودکان زیر 16 سال از شبکه‌های اجتماعی ممنوع می‌شود. آسوشیتد پرس روز جمعه 4 اسفند از این موضوع که یکی از محدود کننده ترین اقدامات در زمینه سلب آزادی خردسالان برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی خوانده می شود خبر داده است. قانونگذاران حامی لایحه از افزایش نرخ خودکشی در میان کودکان، آزار و اذیت سایبری و شکار شدن کودکان با استفاده از شبکه‌های اجتماعی به عنوان عوامل تصویب آن یاد کردند. این لایحه در حالی تصویب می‌شود که همزمان نگرانی‌ها درباره در تضاد بودن آن با قانون اساسی آمریکا نیز مطرح است. بریتانیا و اتحادیه اروپا به توافقی برای همکاری در مقابله با مهاجرت غیرقانونی دست یافتند. در این توافقنامه که بعداً در لندن به امضای طرفین خواهد رسید، شامل بند بازگشت دو جانبه نمی شود. به این معنی که برخلاف قانون تقسیم مسئولیت اتحادیه اروپا، هیچ یک از طرفین ملزم به پذیرش پناهجویان یکدیگر نخواهند بود. آسوشیتد پرس به نقل از وزیر کشور بریتانیا نوشته است جرایم سازمان یافته، مهاجرت و قاچاق انسان چالش‌های جهانی هستند که به راه حل‌ها و عزم اراده مشترک نیاز دارند. صدور و اجرای حکم اعدام دو متهم در ملأ عام از سوی طالبان در استان غزنی افغانستان، آن هم در نبود دادگاه عادلانه، با واکنش نهادهای حقوق بشری مواجه شده است. سازمان عفو بین الملل اجرای اعدام در ملأ عام را توهین فاحش به کرامت انسانی دانسته است. سازمان ملل متحد هم خواستار توقف فوری مجازات اعدام از سوی طالبان شده است. حقوقدانان و شهروندان افغانستان برگزاری دادگاه‌های صحرایی و مجازات افراد در ملأ عام را نه اجرای عدالت بلکه عقده‌گشایی‌های افراد طالبان می‌دانند که بیشتر با هدف ایجاد رعب و وحشت و باجگیری از جامعه جهانی راه اندازی می‌شوند. نشریه گاردین در گزارش تازه‌ای گفته است که کشورهای اتحادیه اروپا می توانند با رعایت دستور عملهای سازمان جهانی بهداشت در مورد آلودگی هوا جان حدود 230 نفر را در سال نجات دهند. آژانس محیط زیست اروپا استدلال می کند که این مزایا به سرعت به دنبال کاهش آلودگی هوای ناشی از ترافیک و گرمایش خانه خواهد بود. گفتنیست در تازه ترین اقدام از این دست، شورای اتحادیه اروپا در 20 فوریه قوانین جدیدی را برای هوای پاک برای سال 2030 و پس از آن تصویب کرد. در پی اعتراض به تخریب دو صومعه در استان سیچوان در جنوب غربی چین، صدها تن از تبتی‌های مقیم این استان از جمله راهبان این دو صومعه بازداشت شدند. رادیو آسیای آزاد وابسته به اپوزیسیون دولت چین در گزارشی تعداد بازداشت شدگان را بالغ بر 1000 نفر دانسته است. درگیری‌ها از آنجای آغاز شد که دولت چین تصمیم گرفت برای جلوگیری از تردد تبتی‌ها دیواری بلند بسازد که در این پروژه 6 صومعه میبایست تخریب و تردد میان چند روستا نیز مختل می‌گردید.
با آغاز تخریب دو صومعه اعتراضات مردمی و به ویژه راهبان بالا گرفت که پلیس اقدام به بازداشت گسترده معترضان و انتقال ایشان به چند زندان در مناطق همجوار نمود. گزارش‌های رسیده حکایت از شرایط دشوار نگهداری زندانیان به دلیل کمبود فضای زندان‌های آن منطقه دارد.